خوشنودی اهورامزدا، خداوند دانایی و توانایی، خداوند عشق، مهر، آزادی و صلح و آسایش برای بشریت، خداوند مسعود سپند. از همه شما مهربان یاران که در اینجا در نبود مسعود سپند بودن خودتون رو در تاریخ و تقویم جهان ثبت کنید سپاسگزارم. پروانه میخوام که گرمترین بوسه ها و مهربانانه خودم رو پیشکش کنم به عشق مسعود سپند، خواهرم محجبین عزیزم، و عمر مسعود سپند، دو فرزندش شیده و شهریار عزیزم و نوه هاشون، و گرم 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 مهربانان از راه دور در آغوش بگیرم و از همه شما سپاسگزار باشم که اینجا هستید و امروز یاد این چکام سراغ بزرگ آریایی رو زنده نگه می‌دارم. جهان آریایی در سوک مسعود سپند نشست. از تاجیکستان تا ارمنستان، ایران، افغانستان، تمامی سرزمین‌های کهن آریایی، وقتی بگیم ایران به مرزهای امروز محدود میشه، وقتی از آریایی سخن میگیم از جنوب روسیه تا اسرائیل رو شامل میشه. از همه مهربان یارانی که در این روزها بیاد استاد مسعود سپند، چکام سراغ سرزمین آریایی، ایرانویچ، ایرانویچ بزرگ، برنامه ها گذاشتن، سخن ها گفتن، سپاسگزارم. سپند شاعری بود برای همه عصرها، همه نسلها و گونه ها و ذوق ها. او شعر عاشقی داره، شعر محلی داره، شعر ولایتی، ولایتش خراسان ایران، شعر حماسی داره، رزمی داره، نمونه ها فراوان هست و شعر نمایشنامه‌ای داره. وقتی بابک رو میخونی میبینی داره یه نمایشنامه‌ای رو با سروده، با چکامه به شما پیشکش میکنه. دستایش بسته بود از پشت، اما مشت. سروده های بسیاری نوستالژی داره، روایت تاریخ رو داره و همواره در همه جا درس میده، آموزش میده به ما. سروده‌هاش احیانا نقاشیه. هنرمندانی که نقاش هستن میتونن گواهی بدن، نقاشی میکشه، یه جوری ترسیم میکنه اینه که همونجاست. یه شعر داره موشح، یعنی امضا شده، یعنی اول هر بیت رو با حرف اون رفیقش شروع میکنه، رفیقش که دکتر کوروش آریامنش، یه جوری ترسیم میکنه که مثل این که همیشه با کوروش آریامنش بود. چقدرم به هم علاقه. سروده های امیدبخش، آرزو رو، آرزوی مثبت رو به دل مردم نشوندن. زنده باید بود و شادی کرد، زنده باید بود و شادی کرد، شادی براش خیلی مهم بود. مام بوم خیش را باید نگهبان بود. مسعود سپند یادگاریست از تاریخ و تمدن هزاران ساله میهن اهورایی ما. من دیدم مجله ایران شهر نوشته بود که مسعود سپند ایرانگرا و انسانگرا بود. خیلی قشنگه، هم ایران و هم انسان، انسان به تمامیتش و ایران به گستردگی آریاییش، به گستردگی آریایی. آریا نژاد نیست، آریا یعنی ایران، ایلام، ارمن. واژه جا به جا شده، تغییر آوا داده و الان وقتی که میگیم آریایی تنها شامل ایران نمیشه، تمامی ایرانویچ بزرگ که در عهد عتیق گفته میشه 140 کشور. سپند شعر رفاقت هم داره، شعر دوستی هم داره. یکی از دوستاش چون میگه دیدم پیر شده، برای شعر گفت. هوای خانه چه دلگیر میشود گاهی، از این زمانه دلم سیر میشود گاهی. عقاب تیز بر دشت های استقنا، اسیر پنجه تقدیر می شود گاهی.
مبر ز موی سپیدم گمان به عمر دراز، جوان ز حادثه ای پیر می شود گاهی. مسعود سپند، استاد مسعود سپند، ترانه سرای بزرگم، می دونید که خیلی از خواننده های نازنین ما ترانه های رو خوند و واقعا اولین کاری که از سپند خونده شد 30 و خورده سال ترانه زیبای با من از ایران بگوی او بود. با من از ایران با من از ایران بگو، با من از یاران رفت بر سر داران بگو، با من از ایران بگو، ای نسیم نوبهاری، با من از یاران بگو بهاره. و یاد سپند و این ترانه قشنگش از شقایق های خونالود کردستان بگو، با من از یاران بگو. این کار رو داریوش عزیزم 8 ماه اون سالها روش کار کرد و بعد از 8 ماه به بچه های زیادی پیشنهاد خوندن داد و موفق شد 12 تا خواننده برتر جهان موسیقی ایرانی رو جمع بکنه و این کار اجرا کرد. ولی این کار از همون موقع سانسور شد تا الان که خیلی از شما نشنیدید و نمیبینید و ندیدید. هم داریوش گلاگلاش از این قضیه، با اینکه خود داریوش بعداً به تنهایی این ترانه زیبای سپند رو خوند. خب این کار که انجام شد، بعد از اون رفیق نازنینش ناصر صابوری، سیاوش قمیشی، سرکار خانم مریم جلالی عزیزم با آهنگسازی استاد مجید خستوان من آریاییم اجرا کرد که بعد در تاجیکستان هم همین آهنگ ساخته استاد مجید خستوان اجرا شد با موزیک سمفونی پلیس تاجیکستان که خود فرنشین جهان آریایی امام علی رحمان خیلی به سپند علاقمند بود و سپند رو با زمزمه من آریاییم همیشه در دل خودش داشت و داره امام علی رحمان. پروانه میخوام یک بار دیگه از همه مهمانیاران که این نشست تاریخی رو به یاد سپند برگزار کردن سپاسگزاری کنم. دستان گرم همه شما رو بفشارم. ایران ماندگار است، نام سپند نیز سپند زندگی ماست، با ما یادگار است. بدرود و خدا نگهدار.